خدا رو شکر به برنامه سیمای مسیح مظهر ذات خدای ناییده خوش آمدید. درودهای گرم مسیحای ما رو بپذیرید. امیدواریم که هر جای دنیا هستید آمادید که امشب یا امروز هم با هم دیگه برنامه بسیار عالی داشته باشیم. خیلی پرمحتوا و عزیزان مختلفی در برنامه خواهند بود و ما خیلی خوشحالیم که میتونیم در خدمت شما باشیم با همسر عزیز نازنین خانم. خدا رو شکر واقعا به تک تک شما عزیزان سلام میگیم. هر جای دنیا که هستید دعا میکنیم که خداوند محافظ شما باشه، مخصوصا در این روزهای آخر که خبرهای واقعا خیلی بدی میشنویم و شنیدیم که در ژاپن چه زلزله‌ای شده و چند خیلی ها ساختمونا خراب شده، جانشون رو از دست دادن، خونه‌هاشون رو از دست دادن. 8.9 ریشتر و تا حالا تا جایی که من اخبار رو گشتم 50 پس لرزه اومده بعد از اون. تقریبا شهر از بین رفته و شاید فقط 3 ساختمون اگه باقی مونده باشه و هزاران نفر در وضعیت بسیار ناهنجاری قرار دارن. من تو شنیدم که در یه زمین لرزه هم در شیلی اومده و واقعا کدوم انسانی که دلش به درد نیاد؟ میدونی ما انسان هستیم، میدونیم که چقدر شرایط سخت برای هر کسی میتونه نامطلوب باشه و وظیفه خودمونو میدونیم و میدونم خیلی از مسیحای دنیا دارن برای این قضیه دعا میکنن. خیلی کشورها از جمله آمریکا که جزو اولین کشورها بوده برای کمک رسانی رفتن اونجا و دارن خدمت میکنن. من واقعا دعا میره که در این شرایط خاص مخصوصا کلیسا و ایمانداران برن و تسلی بخش باشن برای مردم ژاپن و واقعا دعا بکنیم که از این اتفاقا نیفته. اگرچه من الان اخبار میگشتم قبل از برنامه، ما کارمون اخبار گفتن نیست تو برنامه سیمای مسیح، ولی یکی بعد از دیگری اخبار بده. همین چند ساعت قبل شدم یه خواننده معروف ترک رو در ایران، آقای تاتلیس رو در ترکیه ترورش کردن. میدونید دنیا همونطور که ما چند هفته است البته میریم الان نقد هفته نگاه میکنیم، داریم بررسی میکنیم و برنامه خودمون اختصاص میدیم 10-15 دقیقه اولو به خاطر اینکه داره به سمتی میره که بازگشت عیسی مسیح هرچه بیشتر و بیشتر میشه. وضع دنیا شاید بدتر بشه کلام خدا میگه، ولی از طرفی خبر خوش و امید بخشی که وجود داره اینه که عیسی میاد تا در واقع خواستان خودش رو به حضور خودش ببره. امروز وقت نجاته، امروز روز نجات هست. دوستان عزیز ما بیشتر از یک ماه داریم توضیح میدیم، شاید بعد هر میشه این کارو بکنیم که علامت های بازگشت مسیح کدوم ها هستن. اگر میشه این آیه رو شما بخونید از بله متا باب 24 گفته که قحطی میشه، سیل ها میاد، بله. زلزله ها میشه، ولی ترسان نباشی، بله. چون آمدن من نزدیکه. ولی میخوام مزمور 46 رو بخونم. خیلی قشنگ میگه، چند تا آیه فقط، میگه خدا ملجا قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشه. ما میبینیم که ژاپن دوستای عزیزمون در تنگی هستن، ولی خدا فوراً یافت میشه، پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان مبدل گردد، کوها در قهر دریا به لرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردد، ولی خداوند میگه نترسید، من در کنار شما هستم. واقعا دعا میکنیم، در کلیسا هم دعا کردیم که خداوند عزیزان ما رو لمس کنه، عزیزان ما که در تنگی هستن، در سختی هستن، عزیزشون رو از دست دادن، خون زندگیشون رو از دست دادن. دعا میکنیم که خداوند باشون باشه. بله. چطور دعا کنیم دوستان؟ اگر ایماندار هستید یا حتی اگر مسیحی نیستید میتونید با ما متحد بشید و دعا بکنید برای مطلب، چون عیسی مسیح رو به نام من بتلید به شما داده خواهد شد. عیسی مسیح تنها اسمیه که میتونه جواب دعا بده و ما بارها در این برنامه شاهد بودیم در زندگیمون. با هم دعا میکنیم. عیسی مسیح قدوس، تو که آمدی که هیچ کس هلاک نشه، تو که آمدی انسان نجات پیدا کنه، حیات پیدا کنه و آن را مضاعف پیدا بکنه، الان در نام قدوس تو برای هر عزیزی که در مصیبت و غم و درد هست در سراسر دنیا، فارسی زبانان و علل خصوص ژاپنی ها دعا میکنیم. ای خداوندا، ما ژاپنی نیستیم ای خداوندا، ولی انسان هستیم و میدونیم که این دعا مورد خاص توست که برای دیگران دعا بکنیم. با میلیون ها میلیون مسیحی که در سراسر دنیا دارن برای مصیبت، برای این غم که توسط در واقع زلزله و سونامی به وجود اومده متحد میشیم و دعا میکنیم. خداوندا آرامش خودتو برگردون ای خداوندا، تسلی خودتو،
کی میتونه در چنین شرایطی کمک کنه، شادی بده، آرامش بده جز توی خداونده؟ میدونم که این خواست تو نیست که مردم این گونه از بین برن و سختی بکشن، درد بکشن، عزیزانشون از دست بدن و این مصیبت رو خداوند با حضور شیرین خودت خداوند پوشش بده، برکت بده، برگردونه خداوند به رؤسای کشور ژاپن و جاهای دیگه که این اتفاقات داره میفته، حکمت و درایت بده خداوند که به فکر مردمشون باشن، اونها رو کمک کنن خداوند عزیز. و دعا میکنیم عیسی مسیح که قبل از که وقت تموم بشه بسیاری تو رو بشناسن، علل خصوص بیننده‌های ما امشب در این برنامه خداوند، توسط هر آنچه که کرده میشه نام قدوس تو جلال پیدا بکنه خداوند. این برنامه رو به دستای مبارک تو میسپاریم در نام عیسی مسیح خداوند. آمین. دوستان ما در این برنامه برای شما دعا خواهیم کرد. تلفن‌های ما پایین صفحه هست، عزیزان ما هستن که خادمین برجسته و خادمینی که برای موضوع آماده شدن تا شما رو خدمت کنن پشت خط تلفن. ما موارد دعا اوردی داریم اینجا، عزیزان ما تماس گرفتن، ما برای شما میخوایم دعا کنیم. ولی میریم با هم نگاه میکنیم ببینیم برنامه این هفته چی هست و مخصوصا نقد هفته. با ما باشید، جای نرید. در برنامه این هفته سیمای مسیح، واکنش شدید آقای وحید خراسانی در مورد رشد مسیحیت در ایران، آتش زدن انجیل مقدس توسط سپاه پاسداران، میهمان هفته کیوان، پژوهشگر باورهای مسیحی. بله بله، عزیزانی که با برنامه سیمای مسیح آشنایید میدونید که ما چند هفته است که نقد هفته داریم. نمیتونیم نسبت به مسائلی که میگذره بی تفاوت باشیم، علل خصوص آنچه که در جامعه مسیحی هست، چون این شبکه شبکه مسیحیه، اگرچه نوشته شد که مسئولیت این برنامه با من نازنین جان هست، سازمان ایران برای مسیح، ولی واقعا جالب راجع به مطالب صحبت کنیم. نازنین جان، یکی از مطالبی که اینجا متاسفانه اتفاق افتاد، ما هفته پیش اینو فهمیدیم ولی برنامه ما چون دوشنبه پخش میشه دیگه، امروز بسیاری از ایماندارا از این موضوع با خبرن، واکنش شهید آیت الله یا آقای وحید خراسانی هستش نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. به گزارش ادیان نیوز، یکی از روحانیان حاضر در جلسه گرد همایی بوده به نام آیت الله وحید خراسانی، در این رابطه گفتن که اصل بحثی که در مورد اون گرد همایی بوده این موضوع رو تشکیل میده که چطور مردم دارن در قم به مسیح ایمان میارن. ایشون گفتن حتی من آمار جوانانی که در شهر مقدس قم به دین مسیح گرویدن رو نیز در اختیار دارم، و ایشون توضیح دادن که بعد مسئولان بعد برای این کاری بکنن، چرا غافل شدن از اینکه جوانای ما دارن مسیحی میشن. ایشون همچنین با اشاره به تلاش‌های هدفمندی که از سوی پاپ برای ترویج مسیحیت در ایران صورت میگیره، واتیکان را تهدید به افشاگری کردن که بر ایشان گران تمام میشه و تهدیدشون کردن. اگر میشه اسلایدارم نشون بدید در همین زن، ایشون گفتن در واقع در یک اسلاید دیگه هستش، اسلاید بعدی، این مسیحیت با این ریشه که در این کشور جوانان شیعه رو گمراه میکنه و اینها روی ریاست خود دعوا دارن، تو در واقع ایشون تهدید کردن رهبران کشور رو، گفتن بگوید این همه تبلیغات مسیحیت زال و مزل حتی در قم به چه معناست. آیت الله وحید خراسانی میگوین مسیحیت زال هستش و مزل هستش، عجب. اینها را دارن به خورد این ملت میدن و در قبال اسلام این دستگاه با این بساط اگر یک جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، و توضیح دادن چیزهای دیگه. و من میخوام این قسمت رو بگویید که این همه تبلیغات مسیحیت زال و مزل در قم به چه معناست، بعد جلوی اینا رو بگیریم و چرا ما در خواب غفلت هستیم. من واقعا متاسفم که عزیزانی در رأس جامعه قرار گرفتن که به جایی که بیان خوشحال بشن، تعلیمات و آنچه رو که خود شما دوستان عزیز مسلمان من نسبت به اون بسیار احترام دارید، در کتاب مقدس خودتون قرآن نوشته شده که عیسی مسیح اقلن به دیدگاه شما پیغمبر اولوالعزم هست، بزرگترین پیامبر هست. دوستان شیعه میگن که مسیح با مهدی برمیگرده و کتاب مقدسی که بسیاری از نوشته‌های قرآن از اونجا آداپت شده رو شما مزل میدونید، شما ننگ جامعه میدونید. ببینید دوستان عزیز، من در این برنامه قبلا گفتم که عیسی مسیح چه برنامه و هدفی برای ایران داره. کتاب مقدس رو بردارید بخونید، به شما خواهد گفت که چطور خدا برای ایران فکرای عالی داره.
اگر جلو تلویزیون‌ها گرفته بشه، اگر مبشرین انجیل رو شما دستگیری بکنید که انجیل به اونا گفته که برید راجب من، انجیل متی باب 28 آیه 19 و 20 من رو به دیگران معرفی کنید. عیسی مسیح گفتش که اگر کسی منو جلو مردم انکار کنه، من اون رو در آسمان نزد پدر و فرشتگان انکار میکنم. شما اون رو دستگیر بکنید، ولی خدا راههای خودشو داره، طریقای خودشو داره. بسیاری از هموطنان ما هستن، شما شاید خودتون جزو اون افراد باشید که عیسی مسیح در خواب و رویا ملاقات میکنید و با او آشنا میشید. اونو چطوری میتونید جلوشو بگیرید؟ با اون میخواید چی کار بکنید؟ من فکر میکنم ما به جای که بیایم دشمنی بکنیم با مسیحیا، از اونجایی که من یک چیز دیگه دارم اینجا که در واقع نوشته شده که چطور کتاب مقدس رو در چند روز گذشته آتیش زدن، اسلاید بعدی رو اگه میشه نشون بدید، در تاریخ 19 بهمن سال جاری سپاه پاسداران ایران در روستای به نام دریشک، اگه اسمشو درست گفته باشن، در نزدیکی شهرستان سلماس واقع در نزدیکی مرز ترکیه، تعداد زیادی کتاب مقدس و انجیل رو که از راه قاچاق توسط مبشرین مسیح به ایران فرستاده شده بود رو پس از ضبط مراسم سوزاندن. انگار مثلا مواد مخدر گرفتن، حتما جشن هم گرفتن که دارن انجیل آتیش میزنن. کتاب آسمانی مسیح. شاید تا حالا به این موضوع فکر نکرده باشید که چرا کتاب مقدس قاچاق وارد ایران میشه. علتش اینه دوستان عزیز که سالها پیش در ایران انجمن کتاب مقدسه که فقط صرفاً کارش اینه که کتاب مقدس رو چاپ کنه و به مردم برسونه که کلام خدا رو داشته باشن، کلام خدا که بر حق خود خدا اونو بر انبیا و بر رسولان مسیح الهام کرده، اون رو آتیش میزنید و فکر میکنید کار خوبی دارید میکنید. و اینجا در این نوشته که در این اسلایدی که من تهیه کردم نوشته که قانون اساسی ایران مسیحیت و یهودیت رو به رسمیت میشناسه و به اونها اجازه استفاده از کتب مقدس خودش رو میده و بعد اشاره کردن که چطور دولت جمهوری اسلامی داره با مسیحیت، با مسیحیان، با اعتقادات اونا برخورد میکنه. دوستان مسلمان من که بسیاری از شما حقجو هستید، خدا رو دوست دارید، دنبال حقیقت میگردید، اگه کسی بیاد کتاب قرآن رو آتش بزنه آیا شما خوشحال خواهید شد؟ مسلما خوشحال نمیشید. من فکر نمی کنم بهترین شیوه برای رسوندن پیامون آتش زدن کتابی باشه. اگه کتاب مقدس تحریف شده، اگه کتاب مقدس کتابی است که از طرف خدا نیست، بذارید مردم بخونن، بذار بفهمن که چه چیز اشتباهی هست، چرا باید آتیشش زد، چرا باید محوش کرد. و آقایانی که در رأس مملکت هستن، معلمین یک جامعه هستن، چرا باید با مسیحیت همچین برخوردی بکنن؟ ما یک ایرانی هستیم که تصمیم گرفتیم عیسی مسیح رو پیروی کنیم. اسلام چیزی نیست که بر مردم مشخص نباشه. توی ایران مردم چششون رو باز میکنن، در گوششون از اون میگید شما، و بعد از بچگی جزو تعالیم در واقع دینی اونا هست که با دین اسلام آشنا بشن. اگر کسی آمده، یک انسان آمده و تشخیص داده که عیسی مسیح میتونه نجات دهنده، آرامش دهنده او باشه، من انسان، شما انسان کی هستیم که جلو اونا رو باید بگیریم؟ مگر خدا مرده که ما میخوایم کار خدا رو انجام بدیم؟ خدا خودش میدونه. شما میدید در هندوستان، کشوری که بسیار از شما ایرانی باش با اطلاع هست، ازش خبر دارید، در هندوستان شما میبینید که مردم موش رو عبادت میکنن، گاو رو عبادت میکنن، مجسمه بودا که بسیار از اینا بوتا هستن، ما میدونیم اینو. ولی خدا که خداست نمیاد اونها رو بگیره و خفه کنه، اعدام کنه، در زندان بندازه و اونها رو از بین ببره. چرا که خدا خداییست پر از رحمت و بخشش، به ما اراده آزاد داده که خودمون تصمیم بگیریم و در زندگیمون عمل کنه. من شدیداً به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک کشیش، این کار شما رو محکوم میکنم و واقعا متاسفم. قبل از اینکه دیر بشه، دوستان عزیز، هر کی میخواید باشید، شما رو با تمام وجودم دوست دارم، اگه شما نمیپذیرید علی حده هستش، قبل از اینکه دیر بشه بیاید به عیسی مسیح ایمان بیارید، قبل از اینکه خداوند غضب خودش رو بفرسته بر شما که انجیل او رو آتش میزنید، مسیحی‌ها رو، کلیسا رو از بین میبرید، بیا توبه کنید، بگید خداوند من اشتباه کردم. هنوز وقت هست، شاید فردایی نباشه، شاید سونامی بیاد، خدا کنه که نیاد، اتفاق نیفته، شاید یک تصادفی بشه، شاید یک چیزی بشه. آیا میدونید که با این کارتون چطور دارید به خدا توهین میکنید؟ خدایی که کلامش رو 2000 سال حفظ کرده، هزاران سال دیگه حفظ میکنه، چون انجیل میگه همزه ای، نقطه ای از کلام من به زمین نمیفته، گم نمیشه. عیسی مسیح خود او پشتوانه کلامش است. کشور کمونیست چین 70 سال انجیل رو از جلو مردم گرفت، دست از مردم، ولی مسیحیت، میخوام برای اطلاعاتون بگم، پیش بزرگترین موومنتی هست، حرکتی هست
موضوع روحانی است که در چین داره رشد میکنه. چین یکی از کشورهاست که به شدت مردم دارن به مسیح ایمان میارن. چرا؟ چون خواست خداست که شما و اهل خانه‌تون به عیسی مسیح ایمان بیارید و رستگار بشید. چرا که انجیل میگه اسم دیگه زیر آسمان مردم عطا نشده که بدان نجات پیدا بکنن جز اسم عیسی مسیح. اگر شما نمیخواید عیسی مسیح رو بپذیرید، چرا نمیذارید مردم انتخاب بکنن؟ حق انتخاب رو به مردم بدیم، اجازه بدیم که مردم. من به بچه خودم که 17 سالشه هرگز نمیام چاقو رو بغل گردنش بذارم بگم به مسیح ایمان بیار، هرگز نمیام به او بگم قرآن رو نخون، تورات رو نخون، کتاب بودا رو نخون. اجازه میدم، من میخوام که او مسیحی باشه، میخوام که عیسی مسیح رو ملاقات کنه، ولی به بچه خودم، همسر خودم، خانواده خودم این حق انتخاب رو میدم که عیسی مسیح رو بشناسه. واقعا متاسفم برای اتفاقاتی که در کشور ما میفته. ما مسیحی ها، یا من از طرف خودم صحبت کنم، اگر کسی میخواد خودش نظری بده میاد روی خط صحبت میکنه، واقعا از این موضوع متاثر هستیم، ناراحت هستیم. برای شما دعا کردیم دیشب در کلیسا، شمایی که انجیل آتیش زدید، شمایی که شاید به خاطر حقوقتون، شاید به خاطر تعصبتون، نمیدونم، ولی امیدوارم که انجیل رو بخونید و انجیل شما رو رستگار بکنه، چون که عیسی مسیح شما رو هم دوست داره. مهم نیست اگه مسلمون هستید، مهم نیست اگه بی خدایید، اگه زرتشتی هستید، بهایی هستید، عیسی مسیح آمد که زندگی شما رو عوض کنه. عیسی مسیح نیومد مذهب شما رو عوض کنه. مذهب به انسان کمک نمی کنه. مذهب به ما میگه اگه از طرف خدا باشه خدا کی هست. ولی امروز ما نمیگیم شما بیاید دینتون رو عوض کنید و مسیح بشید، میگیم بیاید از طریق مسیح با خدا ارتباط برقرار کنید. دین شما رو به ملکوت نمیبره، کار خوب شما رو به حضور خدا نمیبره. ملکوت خدا جای آدمای خوب نیست، ملکوت خدا جای کسایی که نجات پیدا کردن. آیا اسلام شما نجات میده؟ خب به اسلام ایمان بیارید، بله، گناهاتون بخشیده شده توسط خون عیسی مسیح. آیا بودا شما نجات میده؟ به بودا ایمان بیارید. آیا اون دینی که پیروی میکنید، اون بنیانگذارش، اون امامش، اون نبیش برای گناهان شما مرده؟ شاید برای راهش شهید شده، قابل احترام هستن، هر کسی که برای هر چیزی جان خودشو میذاره، ولی عیسی مسیح تنها کسی است که برای گناهان ما رو صلیب مرده. عیسی مسیح خداوند. خوب گوش کنید عزیزان، روزی خواهد رسید که شما بهانه نخواهید داشت، چون شخصی به نام الناتان باقستانی در تلویزیون به شما گفت که به عیسی مسیح ایمان بیارید. امشب شب نجاته، امشب عیسی مسیح. حتی فردا این کارو نکنید. سوال دارید؟ اوکی، سوالای شما رو از خدا بپرسید، انجیل مطالعه کنید، ولی قلبتون امشب به عیسی مسیح بدید. آمین آمین. چون تنها راه عیسی مسیحه. آمین. نجات نزد هیچ کسی دیگه نیست. هیچ انسانی برای انسان دیگه جانش رو فدا میکنه. فقط خدا انسان شد، روی صلیب رفت و خونش ریخته شد تا اینکه برای من و شما فدیه بشه. جریمه که ما باید پرداخت میکردیم عیسی مسیح روی صلیب پرداخت کرد. پس مردم رو آزاد بذارید، مردم رو اجازه بدید مطالعه کنن، اجازه بدید انجیلو بخونن، برای خودشون تحقیق کنن و به آنچه که راسته، به آنچه که نیکوست، به آنچه که لمس میشن بذارین ایمان بیارن. هیچ چیزی فشار نیست، یعنی خود خدا همطور که گفتین ما رو مجبور نمی کنه. چرا ما بخوایم مردم رو مجبور به یک عقیده بکنیم؟ هر شخصی میتونه خودش تصمیم بگیره، انتخاب کنه یا رد کنه. بله. خب مردم، عزیزان ما مذهبیون، نمیتونن بی تفاوت باشن، چون میلیون ها میلیون واقعا ایرانی ها دارن به مسیح ایمان بیارن. بله. و خدا رو شکر میکنیم، چون از اعتیاد آزاد میشن، از فحشا آزاد میشن، در همین برنامه، از خشم، از ناراحتی، از مریضی هللویا آزاد میشن. خب شک. ما چرا باید مخالف همچین چیزی باشیم؟ باید بیشتر اجازه بدیم که مردم آزادی، اون آزادی حقیقی رو داشته باشن، و این آزادی فقط توسط عیسی مسیح. باور کنید، خودتون هم امتحان کنید، خودتون بله. خدا رو امتحان کنید. بله. نه به حرف ما باشه، خودتون بگین خداوند حقیقت رو به من نشون بده. اگه واقعا این تعصب رو نداشته باشین، شما حقیقت رو پیدا بله. میکنید. نازنین جون، تلفن همون روشنه. ما البته میخوایم بریم به مرحله بعدی بله. برنامه، که برادر عزیز ما کیوان هستن، ولی دو سه تا رو جواب بدم. امیر جان از فنلاند بفهمه، در خدمتتون هستیم. در فنلاند خدمت شما برادر عزیزم و خواهر خیلی خوبم سلام میکنم و همه هموطنان و شنوندگان و مخاطبین شبکه محبت. ایمان من اینه که بعد
کلام خدا در سفینیای نبی باب یک آیه 14 میگه روز عظیم خداوند نزدیک است. بله. نزدیک است و به زودی هر چه تمامتر میرسد. آمین. آواز خداوند را همه خواهند شنید. بله. و مرد زورآور در آن به تلخیص فریاد خواهد آورد. بله. مرد زورآور اینجا کیه؟ کسی که برادر دنبال عدالت خودش، نه عدالت خداوند، اینجاست که فریاد میزنه. نه فریاد شادی بلکه تلخیم. من به عنوان یک برادر کوچیک، حتی عزیزانی که من رو تو ایران میشناسن، میخوام این رو بگم، وقت خداوند در ایران نزدیکه. دستتون رو برای خداوند دراز کنید و از شما تقاضا میکنم، خصوصا برای روزهایی که ایران و ایرانی داره تجربه میکنه، خواهش میکنم، تمنا میکنم در خلوت دلتون واقعا خلوت کنید و از خداوند بخواید خداوند حقیقت رو به من بیاموز، آشکار کن، نشون بده. اگر من بعد از سالها با خداوند به اصطلاح راه رفتم، دنبال حقیقت هایی بودم که یک لحظه برای یک لحظه با خود خدا تجربه شخصی نداشتم، خداوند من میخوام با تو تجربه شخصی داشته باشم. اگر اشتباه میکنم تو برای من باز کن. خداوند جوانهای ما در فسادن، خداوند دختران ما در فسادن، خداوند پیران ما بدون خدا دارن میمیرن. خداوند واقعا، خداوند ما به تو احتیاج داریم در ایران ایرانی. خداوند این روزا مردم توی خیابون برای چی میریزن؟ عدالت، عدالت انسان به درد خدا نمیخوره، عدالت مردم هم به درد مردم نمیخوره، عدالت خدا به درد ما میخوره. و ایمان دارم که ایران ایرانی این پیغام رو میشنوه. خدا رو شکر برای این شبکه، خدا رو شکر برای این روزها، خدا رو شکر برای این دعاها، خدا رو شکر که انجیلی آتیش میگیره، صدای ما اونجوری توسط این امواج به ایران و ایرانی میرسه، به خانواده تمامی عزیزانمون در ایران میرسه، که هر کس دلش تشنه خداست امروز این خداوند رو دریافت خواهد کرد. مرسی برادر. من برادر برای یک موضوع دیگه زنگ زدم، اون هم میخوام شهادت بدم. مذهب اون چیزی نیست که ما بهش احتیاج داریم. میخوام از خواهری صحبت کنم که مادر یک شهید در ایرانه، مادر کلیسای ایرانه و صدها نفر شاهد ایمان او بودن، صدها نفر توسط دعاهای او شاهد معجزات و آیات خدا شدن. امروز این خواهر سکته شدید قلبی کرده، در بیمارستان بستریه. من از شما عزیزانم تقاضا میکنم، میخوام در این شادی، در این قوت، در زنده بودن عیسی مسیح، به خاطر انجیل و کلام زنده خدا که نشون بدیم زنده است، و تماس بگیریم هموطنانی که مسیر رو نمیشناسن، در همین برنامه جواب دعاها رو دیده و شهادتها رو بشنون و قلبشون رو به خداوند بسپارن. میخوام برای این خواهر با جان دل دعا کنیم. حتما. پزشکا گفتن فقط به دعا و معجزه احتیاج داره. آمین. پزشکایی که خدا رو نمیشناسن. بله برادر عزیز، حتما ما که میشناسیم و دعا میکنیم و میخوام تقاضا میکنم. بله. برادر باقستانی، بله، که خواهشم اینه، شما برای مادر من متعهد شده، همه هموطنان، واقعا این مادر رو به حضور خداوند ببریم. در حالت کمات فقط، بله، دکترها گفتن علائم حیاتیش باید برگرده، حتما بازشه. ما ادامه عملیات پزشکی رو روشتون انجام بدیم. حتما تقاضا میکنم برای این مادر و همه هموطنانی که مسیر رو نمیشناسن. بله. امشب پای این تلویزیون نشستن دعا به نام مسیح. خیلی ممنون برادر عزیزم. من دو نفر دیگه هم هستن که تقاضا دعا کردن که عزیزانشون در کما هستن. من یک خط دیگه با اجازهتون جواب میدم. آقای مهدی از ایتالیا، بفرمایید. مهدی جان از ایتالیا، بفرمایید. درود بر تو برادر عزیزم، بر قزاقستانی گلم. لطف داری عزیزم، بفرمایید. خوب هستی برادر؟ با اینکه من وقتتون رو زیاد نمیگیرم برادر، چون وضعیت جسمانی خودم فوق العاده خرابه، تقاضایی که دارم تقاضای دعاست برادر، برای من دعا کنید. حتما. و دیگه خواهر ما در ترکیه به اسم طلعت مشکل خروج ترک خاک دارن که، بله، ترکیه ظاهرا گفتن که باید شما باید $3,000
حق ترک خاک باید بدین تا بتونین از ترکیه خروج داشته باشین. حتما. اینه که ازتون تقاضا دارم که برای این خواهرمون که جزء از اعضای بدن مسیح دعا کنید که به یه راه جلوپای و تمام برادرایی که الان صدای ما رو میشنفن، تمام خواهرایی که صدای منو میشنفن پیش پای ما بذارید که ما چطوری به این خواهر کمک کنیم. حتما برادر جون دعا کنید برای من و این خواهر. حتما عزیزم، حتما دعا میکنم. لطف کردید از ایتالیا برادر عزیزم، مرسی. آقای یوسف هم بفرمایید از فرانسه. سلام بر شما. درود بر شما. من این خبر شنیدن خبر سوزاندن قناجیل واقعا منو خیلی ناراحت کرد و میدونین یه چیزی بیادم اومد که خب در این حال یه جنبه هم بگم تا اندازه هم خوشحال شدم به خاطر این که یادمه من چندین سال قبل زمانی که چاوشسکو رئیس جمهور رومانی بود، اون هم آدم بسیار ظلم زیادی بر مسیحیان میکرد و مطالعه کتاب مقدس رو در رومانی ممنوع کرده بود، با وجودی که این کشور خب اساسش مسیحی هست. و حتی یک بار من در اینجا در روزنامه ها خوندم که تعداد زیادی از نسخه های کتاب مقدس رو همینجوری در مرزشون گرفتن و متاسفانه به صورت دستور دادن که از اینا به عنوان کاغذ در توالت استفاده بشه. و خب دیدیم خداوند چه کار کرد باش و با چه خفتی از حکومت مردم اونو بیرون کردن. حالا هم که رهبران جمهوری اسلامی این کار کردن، من واقعا از اون مردمی که این حرف رو میشنون و در ایران هستن خواهش میکنم در دل خودشون از این کارای زشت این مامورین ابراز برائت بکنن، چون واقعا اگر خدا بخواد اینا رو بزنه یه جوری خواهد زد که دیگه تر و خشک همه با خام خواهم سوخت. همین. مرسی عزیزم، مرسی به نظرتون. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. واقعا مسیح گفت برای دشمناتون برکت بطلبید. نظر شماست که مردم برائت کنن، ما هم فقط اینجا اطلاع رسانی میکنیم، عدم رضایت میکنیم و ناراحتیم. امیدوارم اگر عزیزانی در رأس رهبری ایران هستن شنیدن یا به گوششون میرسه کمی بهش تعمق بکنید، چرا که دنیا داره مکافاته، دنیا جاییست که خیلی چیزها رو در همین دنیا میبینن آدم ها. ما آرزوی برکت میکنیم واقعا، همینطور. من همینو میخواستم بگم که ما برکت رو میطلبیم و برای همینه که از شما عزیزان میخواییم که توبه کنید، از این کارا دست بکشید. بر ضد خداوند نایستید، بر ضد کلیسای خداوند، بدن خداوند نایستید. کلیسای خداوند مردمه که چشم خداست و خدا اجازه نمیده که کسی روش دست بگذاره و ما نمیخواییم که شما تنبیه بشید. ما تو عهد عتیق دیدیم که چطور به طور فجیحی خداوند دشمنان کلیسا رو تنبیه میکنه و ما نمیخواییم این بلاها سر شما بیاد. بله. چون که شما رو خدا دوست داره، خدا شما رو آفریده و تصمیم با شماست و خداوند هم جلوی شما رو نمیگیره و انتقام از آن خداونده. ما دعا نمیکنیم برای انتقام، ما دعا میکنیم برای برکت، دعا میکنیم که خداوند شما رو بیدار کنه، شما رو از تاریکی به نور بیاره و شما رو نجات بده. بله.
تشت در خاص کنم منجیست همیشه باش رهبرش تلفن جابه. آقای سیاوش از ایران بفرمایید. اتاق فرمان. درود بر شما کشیش باستانی عزیز. حالتون خوبه؟ بله بله چرا نه بفرمایید. آقای باستانی ما بسیار من علاقه من هستم به شما. بسیار علاقه من هستم به خواهر نازنین عزیز. به خصوص وقتی قومی میکنه عجب کونی داره. خیلی کونش خوشگه. خدا برکتتون بده. یه مدلش بود. خدا برکتتون بده. نظر لطف شماست. بسیار خوب. ما مسیح گفت خوشحال باشید وقتی شما رو فحش میگن و به شما ناسزا میگن چون که اجر شما در آسمان عظیم است. من میخوام برای این دوست عزیزم الان دعا بکنم. شما به خانم من، به همسر من توهین کردید، اشکال نداره. ولی میخوام برای شما دعا کنم خداوند همین الان شما رو ملاقات کنه. پدر عزیز، این دوست من اسمش هر چی که هست یا اون کسی که با ما دشمنی داره و عزیزان دیگه که خواهن آمد رو خط یا پشت خط این کار رو میکنن، براشون برکت میطلبه خداوندا. فحش ناسزا چیزی نیست که آدم خوشش بیاد خداوندا، ولی میدونیم که به تو ناسزا گفتن خودم، به تو توهین کردن و اگر با تو کردن چقدر بیشتر با شاگردانت این کارو خواهند کرد. من دعای برکت میکنم، دعا میکنم این عزیز رو همین الان ملاقات بکنی، چشماشو باز کنی و معجزه تولد تازه در زندگی صورت بگیره در نام قدوس عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. اتاق فرمان آقای کیوان جان حاضر هستن؟ میدونم که سخت دارید تلاش میکنید و در واقع برنامه زنده این چیزها هم داره دیگه. من متاسفم، من معذرت میخوام از بینندگان عزیزم که عزیزی اومد رو خط و اینگونه توهین کرد. میدونم بچه‌های شما، همسر شما، مادر شما نگاه میکنن، ولی شما آشنا هستید با این چیزها، پس در نهایت خدا به ما صبر و حوصله بده. اگر میشه اتاق فرمان من اطلاع بدید که آیا کیوان جان هست یا نیستش. اتاق فرمان آقای کیوان جان حاضر هستن؟ میدونم که سخت دارید تلاش میکنید و در واقع برنامه زنده این چیزها خیلی خوب راجع به این صحبت میکردیم نازنین. در وقایع من میخوام راجع به، چون مهمان عزیز دیگه هم دارم اینجا منتظر هستم وارد صحنه بشن، عزیزانی میگن شما خدا برکتتون بده و نظر لطف دارن در اسکایپ من و چیزهای دیگه، ولی بله یه برادری از شما معذرت خواهی میکنن نازنین جون که اینجور به شما توهین شد، ولی عرضم به حضور شما در کتاب انجیل متی فصل 24 وقت که مطالعه میکنیم و کتابهای مثل دانیال، مکاشفه و حتی قسمتی از اشعیا و کتاب دیگه در عهد عتیق،
ما اینو میبینیم در کتاب تسالونیکیان و غیره و ذلک که آمدن مسیح دارای یک سری نشانه ها هستش. ما نمیدونیم دقیقا مسیح کی میاد، ولی این رو میدونیم که آمدن مسیح، همونطور که مسیح گفت شما وقتی باد میاد متوجه میشید از چه سمتی میاد، آمدن او یک سری نشانه ها داره. یکی از اونها همینه، پیغام رسیدن، رساندن پیغام انجیل به گوش بسیاری برای آشنا شدن با مسیح، عوض شدن زندگیشون و نشانهای مختلف. آنچه که در دنیا اتفاق میفته، من در اخبار خواندیم که بحرین و یمن نیز تحت تاثیر تظاهرات قرار گرفتن و در کشورهای خودشون تظاهرات شده و کشته شدن. از اخبار ما میفهمیم شاید فردا ایرانیا بریزن تو خیابون به مناسبت‌های مختلف. و در کشور دیگه، در عربستان، یک موجی، یک سونامی انقلاب، اسمشو چی بذاریم، سیاسی در بین مردم اتفاق افتاده که این پیامدها خواهد داشت. آنچه که ما اینجا میخوایم بگیم این نیست که بیایم این امور سیاسی رو توضیح بدیم، بلکه اون چیزی که میخوایم بگیم اینه که مردم بیدار بشن، متوجه بشن که این یک پیامدی در پی خواهد داشت. و آنچه که پیامد خواهد بود، آمدن شخص به نام ضد مسیح یا آنتی کرایست. این تعلیم ضد مسیحی و مسیح در تمام دنیا وجود داره، فقط در ایران نیست. در کشورهای مثل پاکستان ما مشاهده میکنیم چطور مسیحا رو میکشن، به بچه هاشون، دخترهاشون تجاوز میکنن. اغلب هم کشورهای اسلامی هستن متاسفانه. در کشورهای دیگه ما متوجه میشیم، حتی در همین آمریکا ما داریم میبینیم که چطور تعلیماتی که داره میاد روی کار، اگه اسمشو بذاریم داکترین ها و آموزهایی که میاد، همه داره راه رو مهیا میکنه برای آمدن ضد مسیح. میدونم که بعضیا منتظر نجات دهنده هستن، ولی قبل از که نجات دهنده بیاد، اون موومنت، اون در واقع تز دجالگونه در دنیا هست. مسیح گفت در زمان آخر به شما دشنام میدن، شما رو آزار میدن، شما رو شکنجه میکنن و فکر میکنن خدا رو دارن خوشنود میکنن. الان دوست عزیز فهم میکنه کار خوبی کرد. حالا در قدیم ما وقتی جوانتر بودیم میگفتن، تو ایران که بودیم، اونم فوشو باید میبره. اون چیزهایی که به ما میگید که خب ما نمیچسبه، ما در نام مسیح اصلا ریجکتش میکنیم، ردش میکنه. ولی اون شخص یا این افراد که بعضی کاره بدتر از این میکنن، ایمانداره ما در زندان اصلا از جانویه تا حالا شکنجه میشن، آزار میبینن، این عزیزان فکر میکنن دارن خدا رو خوشنود میکنن، غافل از این که همونطور که شما گفتید کلیسا مردمه که چشم مسیحه. در انجیل میگه کلیسا ناموس مسیح هستش. خب کی برای ناموسش غیرت نداره؟ اونم ایرانی ها و مدلیست ها و خاورمیانی ها. وقتی شما نگاه میکنید چقدر بیشتر عیسی مسیح برای ناموسش غیرت داره، برای کلیسا. چرا؟ چون خونش رو برای کلیسا ریخته. توجه میکنید؟ من میخوام به کلیسا بگم اگر شما الان به خاطر مسیح، نام مسیح دارید دشنام میبینید، حقیر میشید، از ارث و میراث محروم میشید، از کشور فرار کردید، در ترکیه هستید، در اینجا هستید، در اونجا هستید و دارید این همه خفت و خاری و شکنجه رو تحمل میکنید، بدونید که یک نفر در دنیا هست برای شما غیرت داره. او برای شما ناراحته، دلش میشکنه و عیسی مسیح. چرا من اینو میگم؟ چون بسیار از عزیزانی که با من در تماس هستید پناهندهای عزیز مسیح هستید. و گاهی وقتا ما فکر میکنیم عیسی مسیح ما رو فراموش کرده، غافل از این که او کنار ما هست، با ما هستش. چند لحظه دستتون رو بلند کن، میگه شکر عیسی مسیح خداوند، تو خداوند منی، تو نجات دهنده منی، تو ملجا و مأوای من هستی. و بدانید که او در زندگی شما برای شما فکرهای بسیار عالی داره، برای دشمنان هم فکرهای عالی داره. من میبینم گاهی وقتا در فیسبوک مسیحا همچین بغض زده میشن، ما اینجور میکنیم، خدا این دیکتاتورها رو برداره. اینجور کار ما این نیست دوستان عزیز. کار ما محکوم کردن این آقا و اون آقا و از بین بردن و لعنت اینا، اون مذهب دوستان، بذارید مذهب این کارو بکنه. مسیح ما رو از این چیزا آزاد کرده، بلکه کار ما اینه که برای مردم توضیح بدیم که عیسی در زندگی ما چیکار کرد. آمین. اون شخص آمین. نابینا که اومد پیش عیسی مسیح، عیسی مسیح آب دهان ناخ گل کرد، به چشمان او مالید و او بینا شد. وقتی رفت ملایان یهودی، همیشه ملایان که میخوان شریعت گرا باشن و رفتار انسانی بکنن، با این شخص برخورد کردن، گفتن به ما بگو ببینم اون شخصی که تو رو شفا داد کی بود؟ حالا این فیض خدا بود، روح القدس بود که او را هدایت کرد. این شخص برگشت گفت من نمیدونم این عیسی که شما میگید کیه، ولی یه چیزو میدونم، کور بودم بینا شدم. وقتی یک شخصی که در این برنامه تلفن میکنه میگه من نازا هستم و دعا میکنه و به نام عیسی مسیح او شفا میگیره و باردار میشه، شخصی که معتاد هست، نه درس عقیدتی سیاسی براش میذاریم، نه شکنجهش میکنیم، نه تو زندان میذاریمش، کاری که در ایران مرسومه، نه
بلکه برای او دعا میکنی زندگیش عوض میشه، او میشه شاهد امینی برای خدا. آیا واقعا خدا عبادت کردن نداره؟ این فرد اسمش هر چی که میخواید بذارید، اگر کسی از آسمان آمد به زمین، ببینید قرآن میگه، میگه روح القدس بر مریم قرار گرفت، انجیل میگه، ما از انجیل استناد میکنیم که روح خدا بر مریم قرار گرفت و مسیح به دنیا آمد، او از زمین نبود، از آسمان آمد. آیا این شخص کی میتونه باشه؟ اگر او مرده زنده میکنه، اگر او شفا میده، گناهکاران رو عوض میکنه، منو عوض کرد دوستان عزیز. شما نمیتونید کتمان کنید، مثل که بگی من الان شوهر نیستم، شما تیک تیکم بکنی من شوهری عزیز هستم. پدر نیستی آقا، تو نگو پدر هستی. آخه اگه من سه تا بچه دارم و دارم با یه واقعیت زندگی میکنم، اینو نمیشه عوضش کرد دوستان عزیز من. چرا ما باید مخالفت کنیم؟ چرا باید مقاومت کنیم؟ انجیل میگه اگر از چنین نجات عظیمی غافل بشیم چگونه رستگار گردیم عزیزان؟ پس من میخوام از شما التماس میکنم، دوست عزیز که زنگ زدی به خانم من تو این کردی، التماس میکنم، باور کن، خواهش میکنم، زانو بزن بگو عیسی مسیح این آقا داره چی میگه اینجا؟ منو لمس کن، منو ملاقات کن، منو لمس کن. اگه تو زنده هستی، اگر عیسی شما رو ملاقات نکرد، اگر عیسی زندگی شما رو عوض نکرد، من به شما قول میدم که او قادره، چون انجیل میگه عیسی مسیح دیروز امروز تا ابد همانه. او همونجوری امروز شفا میده که 2000 سال پیش میداد، او همونطور معجزه میکنه که 2000 سال پیش کرد، چون او خداست دوستان من. هللویا. آقای خانم حشمت فکر کنم هستن از ایران، بفرمایید در خدمتتون هستیم عزیز. بفرمایید. درود بر شما خواهر عزیز، صداتون میاد، رو خط هستید. بعد من محتاب هستم، من ایران تماس میگیرم. بله شما رو خط هستید، بفرمایید. بله محتاب جان، بفرمایید عزیز. من تشکر میکنم از برنامه‌تون، از شما خواهر نازنین که جواب ایمیلای منو میدین. من میخواستم که در مورد اتفاقاتی که داره در ایران پیش میاد صحبت کنم و واقعا متاثر هستیم. بله خواستم به شمایی که کتاب مقدس رو آتیش میزنید بگم که شما با آتیش زدن کتاب مقدس نمیتونید خدا رو از ما بگیرید، چون عیسی مسیح به خاطر ما، به خاطر من و شما رو ما زیر سری زد و شما نمیتونید که با آتیش زدن کتاب مقدس، با آزار اذیت کردن از خداوند، خداوند رو از ما بگیرید. میخواستم بهتون امشب بگم که مگه در کتاب شما، در قرآن شما ننوشته که هیچ اجرای در دین نیست؟ پس چرا؟ پس چرا اینقدر اذیت میکنید؟ آیا شما، من میخواستم از این طریق به سران قوم ایران بگم، بگم که در تمام دنیا، در تمام دنیا، از آسیا، اروپا، آمریکا مسجد هست و فکر نمیکنم که مسلمان ها هیچ نمانعتی داشته باشن که بخوان برای رفتن مسجد. پس چرا در ایران ما شما باید کلیساها رو ببندیم؟ پس حتی منی که ایمان آوردم هیچ، اون مسیحیتی که مسیحی زاده باید کجا برن؟ باید چجوری عبادت کنن؟ آیا با شما خفه شد؟ من از شما میخوام که هیچ از این دیگه اذیت نکنیم و ایمان دارم، ایمان دارم که اومدن خداوند ما ایسای مسیح نزدیک هسته و حضوری خداوند قلب شما نمخواهد حتی دیر نشده خودتون خداوند جانو بزنید و از خداوند بخوان که گناهان شما رو ببخشه. چرا که خداوند خدای عیسی مسیح، خدای زنده، خدای یهوه سبایوس، خدای نجات دهنده هستش. من میخواستم از این طریق، از طریق برنامهتون به سران قوم ایران بگم که ما در کتاب مقدس اومده که برای دشمن خودت هم برکت بزنم، برای دشمن خودت نجات بخواه. مرسی عزیزم. شما نمیدونم در کتاب مقدسش شما چی اومده. بله. این گونه با ما رفتار میکنه. مرسی عزیزم. من ممنون هستم برادر عزیزان و هر ناتونین از برنامه‌تون که میتونید از این طریق، از طریق برنامه شما صدای ما رو برسونید به گوش عزیزان، که عزیزان من بیاید به خدای واقعی جای مسیح ایمان. آمین. خیلی ممنون عزیز جان. مرسی. دوستان عزیز من معذرت میخوام که در واقع این اتفاق افتاد. مهمان عزیز ما کیوان جان حاضر هستن. آقای آندره از ایران از شما معذرت خواهی میکنن و عزیزان دیگه هستن که دارن مینویسن براتون میگم. کیوان جان بفهمید در خدمتتون هستیم.
امیدوارم الان صدای من خوب داشته باشه بله. و مشکلی نباشه. بله صدای من هستش؟ صداتون دوباره داره فیدبک میده. بله. متاسفم دیگه این بله. فکرم شاید بشه با این استفاده کرد برشاد با هدفون. میتونیم ادامه بدیم صحبت رو بعد الناتا؟ صداتون فیدبک میشه تو گوشتون. من فهم میکنم اگر میشه از طریق تلفن ما مهمان دیگه هم داریم. الان بعد رجوع بشه صحبت. بریم دوستان عزیز یه موزیک ویدیو نگاه کنیم اگر اتاق فرمان حاضر هستید. بله اگر میشه اسکایپ رو کمش کنید. میریم با هم بر میگردیم. اتاق فرمان لطفا اسکایپ رو کم کنید. بله اگر آماده هستید بریم یه موزیک ویدیو با هم نگاه کنیم دوستان عزیزم. بر میگردیم و ما رو ببخشید. به حال ما شیطان رو به نام عیسی مسیح میبندیم. میدونیم که دشمن خوشحال نیست از این برنامه سیمای مسیح ولی ما پیغامو میرسونیم. مشکلی وجود نداره. دوستان با ما باشید و برای ما دعا کنید. ایمان دارم. اتاق فرمان اگه میشه بریم برگردیم. آرامی و امید ما منجی قلبم مسیحات سلطان مهر و محبت پدر فیض و رحمت خدا بنده است. پسر خدای زنده امید من به آینده پادشاه آسمان ها کلامش نور جان ها خدا بنده است. آیا تجیب بر زمین در بر و بحر آسمان گویان به هم دهن نشان که مسیح خدا بنده است. آرامی و امید ما منجی قلبم مسیح است سلطان مهر و محبت پدر فیض و رحمت خدا بنده است. پسر خدای زنده امید من به آینده پادشاه آسمان ها کلامش نور جان ها خدا بنده است. آیا تجیب بر زمین در بر و بحر آسمان گویان به هم دهن نشان که مسیح خدا بند است. آیا تجیب بر زمین در بر و بحر آسمان گویان به هم دهن نشان که مسیح خدا سیاطین می‌لرزن دیوانیز می‌ترسن چون که نامش بی هم توست چون مسیح هست منجی ماست. هللویا سیاطین می‌لرزن دیوانیز می‌ترسن چون که نامش بی هم توست چون مسیح هست منجی ماست. در بر و بحر و آسمان گویان به هم دهن نشان که مسیح خدا بنده تا آخر شاهد هستم به فیضش خادم هستم نشسته به انتظارم روزها رو می شمارم تا تو بیایم
بله چه سرود زیبایی. من واقعا داریوش عزیز رو از همین راه دور میبوسم. برادر گلم دیشب در کلیسای ما بسیار زیبا خواندن، در کلیسای اورنج کانتیمون. عزیزانی که بودن حضور روح قدس رو چشیدن، چقدر زیبا بود و چه نبوتی خواهر نازنین کرد خانم بنده. و واقعا افتخار میکنیم برای این گلایی که در واقع کلیسای خدا هم وجود داره. و الان مهمان خیلی عزیزی داریم، خواهر عزیز با شکوفه از پاریس. بونجور. بفهمید سلام کنید دوستان میبینن. سلام به دوستان عزیز. سلام به همه فارسی زبان ها، به همه ایرانی هایی که من افتخار دارم امروز با اونها باشم. و خیلی خوشحال هستم که این موقعیت واقعا امروز من داده شد که بیام اینجا شهادت بدم، از خداوندم عیسی مسیح صحبت کنم که بهترین و بزرگترین حادثه زندگی من هست. آمین. خداوند عیسی مسیح. آمین. من میخوام یک بار دیگه واقعا معذرت خواهی بکنم. برادر از ما کیوان دوباره میان، یک بار قبل از سارینا بود، یک بارم الان از انگلستان رو اسکایپ وقتشون رو میذارن، زندگیشون رو میذارن و این تکنولوژی دیگه. و به شما قول میدیم که بعد کیوان یه بار بیان رو خط، اصلا از اول برنامه تا آخر برنامه تلافی کنیم. به حال ما رو معذرت میخوام، ما خودمونم دوست داشتیم، پلان کرده بودیم و میدونم پیامی که میخواستیشون بده خیلی ها رو در واقع بیدار میکرد در رابطه با در واقع کلامی که دارم. ولی هر چقدر عزیزان ما برد آریا و تیمشون تلاش کردن که این صدا درست بشه، یه چیزی اینجا اشتباه. مرسی از محبتی که دارید روی خط از دبی، از دبی، از ترکیه و دوستان میبینم و افرادی که روی خط هم هستید. اجازه بدید چند دقیقه با خواهرمون صحبت کنیم، بعد میام خدمت شما، تلفن ها میرسیم. خواهر عزیز ما چطوری شما معرفی کنیم؟ مجری توانای رادیو باران. نه؟ اسم برنامه رادیویتون چیه؟ قبل که شهادت رو بشنوید. اسم برنامه رادیوی من هست من با شما و شما با من. شما هستش هستید، مجریش؟ بله، من مجری برنامه. چی کار میکنید اونجا تو اون برنامه؟ در اون برنامه من صحبت میکنم، مینویسم، صحبت میکنم، موزیک انتخاب میکنم. محتوای برنامه یک برنامه مسیحی اجتماعی و ارشادی هست. بله بله. و برنامه روحانی. بیشتر ما سعی میکنیم تو این برنامه از نکات خیلی کوچک زندگی صحبت کنیم که در به نظر مهم نمیاد ولی در حقیقت خیلی مهم هست. و سعی میکنیم زندگی مسیحی رو معرفی کنیم. صحیح. سعی میکنیم خداوند عیسی مسیح رو بشناسونیم. و برنامه هستش که ما میتونم بگم با دست خالی، بدون کمک زیادی، با وسایل خیلی کم داریم انجام میدیم، ولی بسیار خوشحال هستیم که میتونیم همین کار کوچک رو ارائه بدیم و امیدواریم که بتونیم مورد علاقه مردم باشه برنامه هامون، بتونیم روز به روز بهتر کنیم. به همین جهت ما ایمیل هایی داریم که در اختیار همه میگذاریم که هر ایده ای دارن دوستان، خواهران، برادران به ما بدن، کمک کنن تا ما بتونیم برنامه‌مون روز به روز بیشتر مطابق بشه. از طریق اینترنت این رادیو پخش میشه، درسته؟ بله، این رادیو از طریق البته قراره که دوستان بنویسن منبعش رو که چطور هست میتونن استفاده کنن، ولی در فیسبوک هم هست. بله، میتونید فیسبوک. اجازه دارید بگید که مسئولشون کی هستن، برادر بله، عزیز؟ بله بله، برادر عزیز ما خیراندیش هستن، علی خیراندیش. بله، دوست عزیز قدیمی ما. بله. من میخوام سلام کنم، میدونم نگاه میکنید. من میخوام حتما برادر خیراندیش تشریف بیارید رو خط، یک بار با شما یه مصاحبه مفصل بکنیم. ایشون از زمینه کمونیست به مسیح ایمان آوردن. بله، کاملا. و این چه شهادت قوی داره. بله، من واقعا وقتی میشنوم اینطور خادمین عزیزان میان و خادم میشن، خدا رو خدمت میکنم، واقعا جانم به وجد میاد و واقعا سپاسگزارم. خب از رادیو که بگذاریم، دوباره من میخوام که در آخر اطلاعات برنامه رو حتما بدید که دوستان گوش بکنن و در واقع از این طریق هم برکت بگیرن. بله. بگید که چطور به ما خواهر عزیز ما شکوفه به مسیح ایمان آورد. حقیقت این هستش که خداوند عیسی مسیح با آنچنان محبتی در زندگی من شروع به کار کرد و با آنچنان نرمشی با من جلو اومد که حقیقتش رو بخواهید وقتی نگاه میکنم نمیتونم بگم از کی. فقط من یک موقعی متوجه شدم که عیسی مسیح رو دوست داشتم. هنوز نمیدونستم که عیسی مسیح خداوند هست. من در اون زمان سری دوم بود که به فرانسه می اومدم و جرئت نمی کردم زیاد توی کلیساهای فرانسوی برم
چون فکر میکردم که در اون مدت خیلی بمب‌گذاری میشد، ایرانی ها رو خیلی اذیت میکردند و من به حالت دزدکی میرفتم تو کلیسای کاتولیک میشستم و شاید یک سال به این صورت گذشت. یه گوشه ای میشستم و با عیسی مسیح صحبت میکردم، از او میخواستم، ناراحتی هامو به او بیان میکردم، چیزهایی که میخواستم. خداوند همه رو به من کمک میکرد میداد و من شیفته او بودم، او رو خیلی دوست داشتم، ولی نمیدونستم باید برم به کی بگم. میترسیدم اعلام کنم، نمیدونستم باید برم به کی اعلام کنم که من میخوام خداوند رو بشناسم. و همه دعاتون رو جواب میداد، همه دعاهای منو بلا استثناء. هللویا. منو میتونم بگم منو لوس میکرد. آخه منو پشت سرم دعا. تازه شما به عنوان خدا نمیشناختی، نه فقط به عنوان پیغمبر. پیغمبر خوب دوستش داشتی. بله. چقدر خیلی دوستش داشتم و خداوند من رو خیلی خوب محافظت کرد. چون یادمه که درست قبل از این که بالاخره من شومینه بشم برم به طرف یک خانواده مسیحی که با من در مورد خداوند عیسی مسیح صحبت کنن، تموانجوا، شما چی میگید در آمریکا؟ من فرانسویم خوب نیست. از کجا؟ تموانجوا یه سکت هستش، فرانسه میگن تموانجوا، طرفداران یهوه. او یهوه، شاهدان یهوه. والا شاهدان یهوه. ببین من فرانسوی بلدم. شاهدان یهوه در خونه ما اومدن و زنگ زدن و با من از عیسی مسیح صحبت کردن. فرقی غلط. خب منم که عاشق عیسی مسیح، هر کس میگفت عیسی مسیح دنبالش میرفتم. اینا اومدن با من صحبت کردن، به من و به دخترم کتابهایی دادن که ما مطالعه کنیم، یک ماه بعد بیان ما رو دیگه برن کاملا توی فرقه خودشون. خب منم کتابا رو گرفتم، ولی یک ماه بعد که اومدن من مصیبتی داشتم، پدر من فوت شد، نتونستم بپذیرمشون. بعد یه چند وقت، یک ماه بعد به اونها قرار دادم که یک ماه بعدم که اومدن من دیگه مسیحی شده بودم. آره خداوند منو گرفته بود. شما شناخته بودم واقعا. درسته که کشیده شدید طرف مسیح به یک چیزی که خودتون هم نمی‌دونید چرا، ولی در یک بره از زمان شما تولد تازه پیدا کردید. بله. بورنگن شدید. کاملا. این شد که من برادر کوچکم که اصلا انتظارشو نداشتیم که مسیحی بشه یا خداوند رو بشناسه، چون خب برادر کوچکتر از ما بود و از این حرفا، یه روز اومد خونه به من گفت شکوفه خبر داری که من میرم خونه یک خانواده مسیحی، در اونجا همشون گیتار میزنن توی باغ، برای خداوند عیسی مسیح سرود میخونن، خیلی با محبتن، منو پذیرفتن تو خونهشون، زخمای منو پانسمان کردن، به من محبت کردن، از عیسی مسیح با من، تو میدونی اصلا کی عیسی مسیح؟ من اصلا مونده بودم خداوند و من یک سال دنبال تو هستم، میخوام تو رو بشناسم. این برادر من از راه سیده داره خوست تعمید میگیره. شما خبر نداشتید ایشون هم نمیشه کیسا میری اصلا اون خب اون داره تعمید میگیره مسیحی شده شما هنوز. بعد من تاریخ که قصه تعمیدش رو گفت و من با این خانواده آشنا شدم و خدا رو شکر که خدا رو شکر برای اون روز، برای اون روز زیبا. چند ساله الان شما قلبتون مسیح سپردید؟ 22-23 سال هست. 22-23 ساله. عیسی مسیح خداوند و خداوند من نجات دهنده من. من واقعا تحسین میکنم شجاعت شما رو که اومدید امروز روی برنامه سیمای مسیح و دارید توضیح میدید که عیسی مسیح چگونه زندگیتو عوض کرده. میدونم که از زمین اسلامی میاد. 99% افرادی که به مسیح ما میرن از زمین اسلامی هستش. چه چیزی، اگر میخواید جواب بدید، چه چیزی در مذهب قبلیتون اتفاق نمی افتاد که وقتی در مسیح رفتید؟ اون پوینت اصلی شاید ده ها چیز باشه، نه ولی اون چیزی که شما رو تاچ کرد به قول انگلیسی ها، لمس کرد. من دو تا موردش رو میخوام بگم. یک موردش این بود که من قبلا هر چه دعا میکردم دعای من مستجاب نمیشد. من نماز میخوندم، روزه میگرفتم، به زیارتگاه ها میرفتم، مثل همه اون کاری که همه میکنن منم میکردم. بله منم رفتم، ولی هیچ وقت گریه میکردم، زاری میکردم و خیلی امید داشتم که انجام بشه، ولی هرگز من جواب دعاهامو نگرفتم و روز به روز وضع وخیمتر میشد. مورد دوم این که من قبل از این که خداوند عیسی مسیح رو بشناسم خیلی عصبی بودم. عجب. به شما که نمیاد، ما الان صبح تله با هم بودیم. آره، چیزی که نهیدیم عصبانیت بود. همه شاده، عزیزم. متشکرم. خیلی عصبی بودم و
ولی با عیسی مسیح چه آرامشی پیدا کردم. خدا رو شکر. اون آرامشی که حقیقتاً دنیا اون رو نمیشناسه. چقدر خوب هست که همه بیان بچشند. بله. بچشند خداوند عیسی مسیح رو. بچشند آرامش خداوند رو. خداوند شش روز دنیا رو آفرید. روز هفتم گفت من میخوام وارد آرامش بشم. بله. و چه خوب هست که ما با خداوند وارد این آرامش بشیم. این آرامش رو بچشیم. چون حقیقتاً این آرامش هست که در نهایت از درون ما رو عوض میکنه، ما رو سلامت میکنه، به ما سلامت فکر، روح، سلامت جسم میده و اون آرامش، اون خواب راحت، اون خیال راحت، چون میدونیم که سر ما روشانه عیسی مسیح هست. آمین. و خداوند عیسی مسیح با ما دوش به دوش ما در گرفتاری ها راه میاد و ما رو از مشکلات میگذرونه. شکرش میکنم. شکر. میدونم که خیلی چیزا در واقع در این بیست و چند سالی که شما فرمودید اتفاق افتاده و یک لمسی از خداوند داشتید که من مخصوصا میخوام اونو مردم بشنون. اجازه بدید که زهرا جان رو از ایران جواب بدم، منتظر هستن. عزیزان میان و میرن ولی میخوام خواهش کنم که حوصله داشته باشید، میخوایم از شما بشنن. زهرا عزیز بفرمایید، در خدمت خواهرمون شکوفه و نازنین جان هستیم. تشریف دارید؟ اگر میشه تلویزیونتون رو کم کن، از تلفن صحبت کنید. خانم زهرا. بله من هستم. بفرمایید، رو خط هستید، مردم صداتون رو میشنون. بله سلام برادر بابستانی. درود بر شما. نازنین عزیزم خیلی من شما دوست دارم، برنامه رو همیشه نگاه میکنم. من کسی هستم که واقعا من بچه طلاق بودم، طلاق هستم، بعد خیلی زد کشتم تو زندگیم، ولی همیشه در پول و ثروت برام خداوند میرسون، نمیدونم چجوری، ولی از اول همیشه حتی از من میپرسی میگفتم من فقط خداوند رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم. شوهرم همیشه من گفت تو کافری، این چه نماز جنم کنی چه دارم، گفتم نه من اون چیز من آفرده فقط اون رو دوستش دارم. تا این شد که یک شب خیلی ناراحت بودم، تریاک دیوانم کرد بود دیگه، کارگرم رفته بود، خانوادم دلم کردن، شوهر، بچه، همه رفتم، من تنهای تنها شدم، از همه تو به من فشار میومد. بعد تلویزیون داشتم نگاه میکنم، البته تمام تلویزیون ها رو من دیستم، همه رو من تو زدم. من همچین چون عاشق موسیقی هم دوست داشتم، الان نه دنیا ندارم آخش من الان موسیقی میسازم. بعد خیلی خوشم میومد، پاشتم افتادم گفتم ای خدا من خسته شدم، میتونم بهی برم زغال بذارم بیارم کار کنم که موندم توش، اگه رسیمی منو نجاتم بده. دستم رو به رضا صفا بود، در دست صفا دستم گذاشتم بود تلویزیون دارم کرد. ما از اون چپ یه کم کم همینطور یه فکرم نمیشم نجات پیدا کرد تا دو سال تقریبا دم اصلا تلویز خوشم نمیاد. وقتتون میزم شادت من خیلی زیاده نمیتونم سربسته میگم دیگه. بله اگه میشه کوتاه که به خواهرمون شکوفه تعریف من گرفته شد، یه مهمانی بود، من رفتم یه آقایی بود اینجا که من از شما تعریف بدم میاد اینطوری یه شب اینجوری اینجوری شد، گفت برو شهادت بده فلان جا یه آدرس بود، من نرفتم. یکی از دوستان اومد گفت بیا این شیشه رو بزن، احتیاط نداره فلان بسر. یک سال من با این درگیر بودم، خداوند یه شب با کلام صدام کرد، چون من اسم اینطوری شمالی ها دو اسمی دارن، گفت زهرا بلند شو اینا رو بریز بیرون. من گفتم چیه کیه اینا، یه جا خوردم اینا، دو مرتبه تکرار شد با کلام، چون من معلوماتم زیاد نیست، خودم با کلام اومدی نیمتم. ولی از بچگی همیشه با دوستای ارمنی ترجمی دوستم زرتشتی با اینا من میچرخیدم، همیشه خریدم میخریدم میدختم، این رو نمیشناختم داسته زیاد کشش نداشتم روی دین و روی مرتب و این چیزا، اصلا کاری نداشتم. تا این شد که من به خودم اومدم اینا، بلند شدم توان یادان تو آشپزخونه شکستم و ریختم و بسستم به دعا کردن. از اون تاریخ همه چی از من اسارت ها برداشته شد، عصبانی بودم، شکر میزدم میزدم همه رو اگه چیزی بگم، الان اینقدر آرامش دارم، اینقدر راحتم، اینقدر خوبم، به کم خانه هم نمیخوام مثلا پول بخوام، ثروت بخوام، خدا همه رو از من گرفت، تمام رفت. تا
خیلی خوشحالم که زندگیم و بچه هم ترکم کردن، شوهرم همینطور ولی طلاق نگرفتم، شوهرم ترکم کردن، با این حال گفتم خدایا شکر بدید همه رو که دست دادم تو رو به دست آوردم عیسی مسیح خداوند زندگی من. من شب و روز دارم باش زندگی میکنم، نمیترسم. من اولا میترسیدم تنها بمونم تو خونه، ولی الان که یه بیابون نشستم نمیترسم، از هیچ چی درس ندارم. خواهر عزیزم زهرا جان، زهرا جان عیسی مسیح فقط شفا میده برای جهانیان، ای ملت، ای جوانا، فقط فقط عیسی مسیح که اصابت خارم خواهر عزیز گوشی نگه دارید، من میخوام شمارتون رو بگیرم، میخوام حتما بیاد رو خط دوباره صحبت کنم که عیسی چطور در زندگی شما عمل کرده. هللویا. کاش که وقت میداشتیم این کارو میکردیم. خدا رو شکر ما یک دوست فرانسوی داریم، میخوام به شما سلام کنم، ولی بعد شما بونجو بگید ها. آقای بهنام از فرانسه بفرمایید. سلام میکنم برادر باقستانی و خانم محترمتون و همچنین مهمان عزیز و گرانبها ها، و واقعا یه جواهر رو شما اونجا پیشتون دارید. خواهرم شکوفه که ایشون واقعا من زیاد وقت برنامه تون رو نمیگیرم چون ایشون یه مقدار شکست نفسی میکنن توی معرفی خودشون. ما الان 3 ساله که پاریس هستم و خواهرم شکوفه از روز اولی که من اومدم فرانسه، قبل از این که ایمان بیارم، یعنی ایشون یکی از اون کسایی بودن که به من بشارت کلام خدا رو دادن و مسببین، یکی از اون مسببین که باعث شدن که من قلبمو به عیسی مسیح بدم. ایشون خیلی برای ما زحمت کشیدن، ایشون توی فرانسه یعنی نمونه، من جلال میدم نام عیسی مسیح رو در زندگی ایشون که واقعا صلیبشون رو به دوش میکشن هر روزه با و تمام مشکلاتی که دارن، با تمام مشکلاتی که دارن. به تمام از اینجا میخوام واقعا تشکر کنم و خدا رو شکر میکنم برای چنین جواهراتی در عیسی مسیح. بهنام جان بهتر یه فکری به حال خودتون بکنید اگه میخواید بیا آمریکا، چون خواهش و کوفر ما ولشون نمیکنیم، میخوایم نگه داریم. اگه دوست داری شما هم بیا. جمالی میکنیم ایشون برگردم. ایشون من الان مدت کوتاهی که حتی ایشون ازدواج ما هم فراهم کردن، ما رو زنم دادن ایشون واقعا. پس مادری و همه موارد، نه تنها به من، ایشون توی پاریس فرانسه کشور عجیبیه واسه ایماندار مسیح. ایشون واقعا برای مسیح خادم وفاداری بودن. واقعا من اینجا جلال برنامه جلال میدم نام عیسی مسیح رو. هللویا عزیز، ایشون چون واقعا عیسی مسیح توی زندگی ایشون خوب میدرخشه. مرسی بهنام، مرسی عزیزم. یعنی بهترین کامپلیمنته، چی میگم، بهترین تعریفه که یه نفر میتونه بکنه که خداوند در شما میبخشه. به همسرتون حتما سلام برسونید، به فیض خدا پاریس ما داریم میاییم. مرسی، خیلی ممنون. خواهر شکوفه، امید خدا تشریف بیارید پاریس. بله، هلند که داریم میایم، به فیض خدا اونجا هم میایم. یه شما بیاید هلند. خواهر شکوفه، اون ملاقات با خدا رو بگید. بله، آره، چون واقعا یکی از زیباترین حوادث زندگی من هست. من تازه مدت یک ماه بود که با من در مورد خداوند عیسی مسیح صحبت کردن، من خیلی آسون خداوند عیسی مسیح رو پذیرفتم و یک ماه نگذشته بود هنوز، من توی خونه خودم بودم، داشتم غذا درست میکردم در پاریس، تک و تنها توی خونه بودم، داشتم دقیقاً کتلت درست میکردم. یادتونه؟ بله، خوب یادمه. داشتم هم تو با خودم و با خدای خودم راز و نیاز میکردم، به خودم میگفتم ای خداوند من، تو میدونی زندگی من رو، تو میبینی من توی کشور غریب هستم، تنها هستم اینجا، همزبون ندارم، شوهرم خب مشغول کارهای مخصوص خودش هست، دختر بزرگم توی دبیرستان با دوستاش درسشو میخونه و به زندگی خودش میرسه، دختر کوچک من که کوچیک هست چیزی نمیفهمه، من تنهام، فقط من هستم که باید به همه محبت بدم، هیچ کس به من محبت نمیده، هیچ کس منو دوست نداره. همینطور با خدا راز و نیاز میکردم که یک باره شنیدم یک صدای گرم و خیلی عمیق منو صدا زد، شکوفه. من تا این سال شنیدم گفتم جانم،
چون این یک صدایی بود که من انگار تمام عمرم میشناختم، محشور بودم با این صدا، یک صدایی بود که نشنیده بودم ولی میشناختمش و به همین جهت گفتم جانم، مثل کسی که خیلی به من نزدیکه. و باز این بار صدا آمد شکوفه دیگه، من این دفعه سرم بالا بود و خوب داشتم گوش میکردم و صدا برگشت، من گفت من دوستت دارم. واو. و من همونجا فهمیدم که این خداوند من هست. هلیبویا. چون غیر از من و خداوند کسی در خونه نبود. کاملا این صدا رو شنیدی؟ کاملا بگو که شکوفه دوستت دارم. همین حالا همون صدا تو گوش من هست. بعد از 22 سال همون صدا رو من هنوز توی گوشم دارم. تون اون گرم اون صدای زیبای خداوند رو که با من صحبت کرد و این صدا آنچنان قوتی در زندگی من آورد که دیگه من اون شکوفه نبودم. آلیه. کسی بودم که واقعا میخواستم دیگه فقط برای خداوندم باشم. به من قوتی داد، منو بلند کرد از جا. هللویا. و بهترین خاطره زندگی من هست اینکه خداوند به من گفت دوستت دارم، زیرا 2000 سال پیش او به خاطر عشق و محبتی که به من داشت برای من روی صلیب رفت، خونش رو برای من ریخت، با عملش به من ثابت کرد منو دوست داره تا من از گناهانم پاک بشم. و 22 سال پیش با صدای خودش باز هم به من اعلام کرد که منو دوست داره و دیگه من چی میخوام حقیقتا؟ دیگه منتظر چی هستم؟ آمین. خواهر عزیزم، میلیون ها یا هزاران خانم الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن. بله. شما میدونید که بر فرهنگ خاورمیانه متاسفانه گاهی خانم ها همیشه مورد جفا قرار میگیرن. یه نمونه شو دیدید. شما در فرهنگ غیر ایرانی زیاد نمیبینید که، البته من معتقدم خیلی از عزیزانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن اینطور بی تربیت نیستن. همینجوری دارن دوستان من مینویسن، دوست افغان من از سوئیس، از دبی، از این ور از اون ور دارن معذرت‌خواهی میکنن، چون خواهر نازنین عزیز منو میشناسن حسابی که چه قلب خوبی برای خداوند دارن. ولی این چیز جدیدی نیست. شما تو ایران تو خیابون که خانم راه میره مردمش متلک میندازن. بله. تو فلانی، تو بیسانی. متاسفانه در فرهنگ و مذهب مردم این جا افتاده. ما میخوایم دعا بکنیم برای خانم ها و بلی. تمام عزیزانی که اینجا، من لیست زیادی دارم مرتب مردم می‌نویسن برای ما دعا کنید. شما اگر به عنوان خانم بخواید با خانم های ایرانی صحبت کنید چه پیغامی دارید براشون؟ من برای همه خانم های ایرانی این پیغام رو دارم که شاد باشید. شاد باشید که 2000 سال پیش خداوند اومد روی زمین که به ما خانوم ها ارزش بده. هللویا. که به ما خانوم ها اون احترام لازمی رو که ما نیاز داریم بده. برگردون. و به مردم نشون بده که زن قابل احترام هست. آمین. میخواستم در مورد اون زن سامری صحبت کنم. میدونیم که در اون زمان مردم سامری در چشم یهودیان ناپاک بودن. بله. به فرانسوی میگیم سویه بودن، یعنی ناپاک، نجس. و حتی با یک مرد سامری صحبت نمی کردن یهودی ها. بله. چون اونا را کثیف می دونستن. بله. ولی خداوند عیسی مسیح وقتی که اون زن سامری رو سر اون چشمه آب دید، چاه آب دید و خوب می دونست که زندگی گذشته اون زن چی هست، کما اینکه خود خداوند به او یادآوری شد که تو چند تا شوهر داشتی، حالا هم با مردی داری زندگی میکنی که شوهر تو نیست، و خوب میدونست که اون زن از نظر اجتماعی هم در جای خوبی قرار نداره، به اضافه اینکه یک زن سامری بود، اصلا مردهای یهود اصلا با زن صحبت نمیکردن، در یهودیت حتی زن مقامی نداشت که حتی حق شنیدن تعلیمات دینی رو هم در یهودیت نداشتن خانم ها. و ولی خداوند عیسی مسیح سر اون چاه رفت، هم صحبت این زن شد. آمین. و به او پیام انجیل رو داد، پیام آمی. خوش خداوند رو داد و باعث شد که با اون ملاقاتی که با اون زن کرد زندگی اون زن عوض شد. آمی. از اون زن زن دیگری ساخت، زنی ساخت که رفت پیام خداوند رو به تمام شهر داد و همه مردم شهر ایمان آوردند و
خداوند عیسی مسیح حتی دو روز هم بیشتر در اون شهر موند و کارش رو به کمال رسوند در اونجا. ما میبینیم که در همراه خداوند عیسی مسیح همیشه خانم ها بودند، به کار خداوند میرسیدند، همراهیش میکردند همه جا. میبینیم همیشه در پای گفتار خداوند خانم ها نشسته بودند و خداوند اینجوری که من دیدم در کلام، خانم ها بیشتر از آقایون دور خداوند عیسی مسیح بودند و خداوند بیشتر با خداوند عیسی مسیح بیشتر با خانم ها مشهور بود، صحبت میکرد، در حالی که در جامعه یهودیت زندگی میکرد. فکر کنید 2000 سال پیش خداوند عیسی مسیح از قرنها از زندگی اون زمان جلو بود و بزن چه احترام و ارزشی میداد که حتی ما هنوز در امروز ما این احترام رو هنوز ندیدیم، هنوز نمیبینیم. و من حقیقتا به خانم های ایرانی این پیام خوش رو میدم. هللویا. که بیایید ببینید چه خداوندی ما داریم. خداوند عیسی مسیح چقدر زن رو دوست داره، چقدر به زن احترام میذاره و چه مقام زیبا و نیکویی به زن میده. آمین. آمین. خداوند عیسی رو بشناسید و بچشید. بله، من ناظرین کاملا ایمان داریم در کلیسامون، در سازمان ایران برای مسیح، که خانم ها از کتاب مقدس، خانم ها بسیار جای مهمی دارن، فرق با مردا ندارن و ما در کلیسامون خانم ها موعظه میکنن. شما هم قراره که پیغام برای ما بیارید تو 2 هفته آینده که اینجا هستید. با خوشحالی میخوایم از شما بشنویم، چرا که خداوند در مسیح هیچ تبعیضی برای کسی قائل نیستش. خواهرمون لیلا از ترکیه به شما سلام میرسونن، میگن برای من دعا کنید که صدای خدا رو بشنوم. برادرم علیرضا به شما سلام میرسونه از ترکیه و بسیاری مسیحا از شما معذرت خواهی میکنن. از انجون نظر لطف شماست. من فکر میکنم با اینکه شما عزیزان محبت دید، خواهر طاهره، خواهش میکنم از دبی لطف دارید نسبت به ما، ولی واقعا اگه ما رو دوست دارید و برنامه سیمای مسیح رو دوست دارید، دعا کنید عزیزان خداوند رو بشناسن. بهترین چیز یعنی مسیح رو ملاقات کنن. بسیار از اینا خدا رو میشناسن تا یه حدی. دعا کنید که چنان زندگی این افراد عوض بشه که اینا بیان رو خط بگن من همونم، خداوند زندگی من عوض کرد. این زیباترین، مهمترین، بالاترین چیز هست. ما نه فقط هیچ چیزی بر ما وارد نمیکنه، ما داریم شادی میکنیم. اگه ما رو میشناسید، من اینقدر پای تلفن دوستان مسلمان زنگ زدم، فوش مادر و خواهر دادن، خواهر من که فوت کرده 30 ساله، که اصلا عادت کردیم به این چیزا، خوشمون نمیاد، ولی میدونیم داریم چی کار میکنیم. اتفاقا خوشحالیم چون میدونیم برنامه تاثیر داره تو زندگی مردم. عزیزانی با ما تماس میگیرن، میگن چقدر برنامه سیمای مسیح تونسته تو ایران زندگی مردم عوض کنه. ما خوشحالیم، لذت میبریم. ولی شما خواهر من، شما برادر عزیز من، شما دوست جوان من که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، شاید شما هم امروز مشتاق این هستید که خداوند رو ملاقات کنید، خداوند رو بشناسید. شاید شما هم کسی هستید که در این لحظه اگر بلنگو دستتون بود فریاد میزنید، میگفتید خداوندا به داد من برس، خداوندا زندگی من رو لمس کن. شاید دنبال یک فریاد رسی هستید، شاید دنبال میگردید که اطمینان نجات داشته باشید. کلام خدا میگه عیسی مسیح راه و راستی و حیات هستش. هیچ کس نمیتونه نزد پدر بره جز به وسیله عیسی مسیح. من میخوام خوب به این پیغام من گوش بکنید. بیایید در قلبتون رو برای عیسی مسیح باز کنید. خداوندی که موافق گناهان ما رفتار نمیکنه. خداوندی که ما را دوست داره، نه به خاطر اینکه ما خوبیم یا بد هستیم. خداوندی که امروز برای ما فکر عالی داره. میخوام از تو تقاضا بکنم، در قلبتون رو برای عیسی مسیح باز کنید. چون که یک روز خواهرم شکوفه در اون گوشه دنیا، در اروپا، مسیح را ملاقات کرد. چنان که نازنین جان در هندوستان، من در ایران، زمانی که زندگی برام تموم شده بود، خودکشی کرده بودم، خداوند رحم کرد و زنده موندم، زندگی من عوض کرد. زمانی که مواد مخدر کمکم نکرد، دوستای مختلف کمکم نکردن، عیسی آمد زندگی من عوض کرد. همین عیسی امشب میتونه زندگی شما را عوض کنه. کافی دستتون رو بلند کنید، بگید عیسی مسیح، در همین لحظه به حضور تو میام، در همین لحظه به حضور، در قلبم رو برای تو باز میکنم، از تو خواهش میکنم وارد قلب و زندگی من بشو، منو نجات بده،
منم اعتراف میکنم گناهکار هستم. اعتراف میکنم که از جلال تو قاصرم. عیسی قدوس. متشکرم که منو محکوم نمیکنی. حتی اگر علمی الان دارم گناه میکنم. بلکه میخوای حیات به من بدی. من حیات رو دریافت میکنم. وارد قلب من بشو. زندگی منو عوض کن. زندگی نوعی به من بده. مرا تولد تازه عطا کن. بذار صدای تو رو بشنوم. گناهان منو پاک کن. مرا نجات بده. در من خلقتی تازه تولید کن. میخوام ظرف عزت برای تو باشم. متشکرم ای خداوند. در نام قدوس مسیح. خداوند دعا میکنیم برای عزیزان، برای لیلا دعا میکنیم که 2 سال در کماست. خداوند دعا میکنیم که تو شفاش بدی در نام عیسی مسیح. برای زلیخا که پسرش تصادف کرده و 3 سال تو کماست، خداوند تو خدای معجزه‌گر هستی، تو خدای هستی که میتونی نجات بدی. به نام عیسی مسیح خداوند روح مرگ رو نهیب میدم الان. دعا میکنم حیات به اون عزیزی که در کماست الان برگرده. در نام عیسی مسیح که مردگان رو زنده میکنه، همین الان زنده بشن، روی پای خودشون بایستن و عیسی جلال پیدا بکنه. دعا میکنم برای مادر عزیز ما یوسف از فرانسه، همین الان در نام قدوس مسیح اون خواهر عزیز همین الان زنده بشه. حیات رو در رگ و پوست و وجود او جاری میکنیم، چون که عیسی مسیح گفته به نام من بطلبید به شما داده خواهد شد. به نام من میتونید باز کنید، الان باز میکنیم در نام قدوس تو. هللویا. شب برای اون عیسی مسیح. برای پسر فرشته علی دعا میکنیم که نجات پیدا بکنه. برای مهدی، برای امیر از فنلاند، برای طلعت دعا میکنیم ای خدا. برای پرنده های عزیزم و خواهران و برادران درها باز شن به نام عیسی مسیح. درها رو باز کنه ای خدا. برای جلالان خدا، برای حشمت، برای سیاوش، برای آندره، برای زهرا از ایران، برای سارا، برای کامبیز، برای اقامت سموئیل و همسرش و کلیه پدرشون، کلیهشو به نام عیسی مسیح الان شفا بده ای خداوند. در نام عیسی مسیح. او خداوند، برای زهرا دعا میکنیم که خانوادهش برگردن ای خداوند. برگردون شوهرش رو ای مسیح زنده، با قلبشو صحبت کن. بچه هاش رو ای خداوند. برای آرامش ایرزا دعا میکنیم، برای که لیلا بتونه صدای تو رو بشنوه دعا میکنیم ای خداوند. در نام قدوس مسیح. ای خداوند، برای آرمان از شیراز دعا میکنیم ای خداوند. برای فرح دعا میکنیم، برای علی رضا و عرفا، مخصوصا علی رضا خداوند رو که کتکش زدن، مشکل براش پیش اومده ای خداوند. این فرزند تو لمس کن خداوند، بهش قوت بده، امید بده خداوند. برای این خانومی که داره برنامه رو نگاه میکنه، همین الان داره زار زار گریه میکنه، گریهش خداوند تو اونجا باهاش هستی ای پدر. خداوند این خانم همین تو هستی، داری گریه میکنی، میخوای وایسی ولی گریهت وای نمیسته. دعا میکنم در نام عیسی مسیح اون بار گران رو برداره. عیسی مسیح گفت نزد من بیاید ای گران بران زحمت کشان، من به شما آرامش میدم. نزد عیسی مسیح زنده بیایید. او تنها راه نجات و او خداونده. خواهر عزیز، فقط نام او رو صدا بزن. او میاد نجاتت میده و هر مشکل رو بر میداره. هللویا. هللویا. برای خانومای عزیز ایرانی دعا میکنیم ای خداوند. حرمت و احترام رو در نام عیسی مسیح به این عزیزانی که دل شکسته هستن، ابیوز شدن، به نام مسیح برگردان ای خداوند. شفای تو جاری بشه، چون عیسی مسیح امروز، دیروز، تا ابدالآباد همانه. در نام اون قدوس دعا میکنیم. همه با هم میگیم آمین. دعا میکنم برای دشمنان انجیل، برای اونهایی که نقشه میکشن به ضد انجیل، به ضد کلیسای تو، به ضد مسیحیان. ای خداوند دعا میکنم مسیح جان که تو لمس کنی، که تو چشماشونو باز کنی، اون پوسته سختشونو بشکنی، اون تعصبو برداری خداوند، که حقیقتو بشناسن، آزاد بشن، کلیسای خودتو محافظت بکن خداوند، و قوم خودتو
مردان و زنان خودتو بلند کن در نام عیسی خداوند. آمین. خواهر شکوفه عزیز، ما یک دقیقه وقت داریم، اگر میخواید اطلاعات رادیو رو بدیم. عزیزانی هم هستن که اینجا میخوان با شما صحبت کنن، نوشتن. حتما. از سایت مجده www.mojde.fr میتونین تمام نوشته ها و نقد های برادر علی خیراندیش رو در اونجا بخونید و همچنین رادیو باران رو داشته باشید. یک سایت مستقیم رادیو باران هم هست، mimf.fr، که خیلی آسون هست، mimf.fr. در اونجا مستقیم تمام آرشیو برنامه های رادیو باران وجود داره که برنامه من با شما و شما با من هم جزو اونها هست، میتونید نگاه کنید. آمین. گوش کنید. شماره تلفن هامون من فقط خواهش می‌کنم، 30 ثانیه داریم سریع، 0-0-336-67-88-05-85. یک شماره دیگه 0-0-336-58-22-79-07. بله. با ما تماس بگیرید، خوشحال میشید. خیلی ممنون خواهر فرید. مرسی دوستان عزیز. تا هفته دیگه برنامه مخصوص نوروز رو ببینید در برنامه سیمای مسیح.